خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمه پوشم، از جام سفیدانم. سال سقوط، سال گریز و انتظار، فصل شکستن فرس سال سیاهه و هزار سال سقوط عاطفه تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج ذهن، اینترنت، رایانه، ماهواره، تکنولوژی دیجیتال، تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج ذهن، اندیشه تفسیر صفر. تو ذهن ماشین های سر معنای عشق و احتیاج، روی نوار حافظه یعنی یه درد بی علاج. سال به بن‌بست رسیدن، پنجه به دیوار کشیدن، از معنویت گم شدن، تن به غریزه بخشیدن، قبیله یعنی یه نفر، همخونی معنا نداره، همبستگی خوابیه که تعبیر فردا نداره. سال سقوط، سال فرار، سال گریز و انتظار، پاییز تلخ و بی بهار، سال سیاه 2000، حالا 2022 تازه، سالی که خون تو رگ‌ها نیست، قلب فلزی تو سینه است. قلبای فلزی رو که میتونی میذارن دیگه، براتون قلب میذارن الان فلزی، قلب مصنوعی. وقتی که تصویر زمان شکستگی یه آینده است، شکستگی یه آینده است، قبیله یعنی یه نفر، همخونی معنا نداره، همبستگی خوابیه که تفسیر فردا نداره. تو اون روزایی که میاد کسی به فکر کسی نیست، هر کی به فکر خودشه، به فکر فریاد رسی نیست، همه به هم بی اعتنا، حتی به مرگ هم دیگه. کسی اگه کمک بخواد کی میدونه اون چی میگه؟ چقدر میمیرن در روز؟ فراموشی، فراموشی توی کتابای لغت سفید برگا همیشه، نه دشمنی نه دوستی، نه دشمنی نه دوستی، هیچی نوشته نمیشه. این ناگزیره واسه ما، سیر سعودی تا سقوط، از محمد رضا شاه، اقتدار جهانی، اقتدار منطقه‌ای، اقتدار تاریخی، تا سقوط 57. سقوط همیشه قصه صدا، تموم با حرف سکوت. محمد رضا شاه گفت اکثریت خاموش و ساکت تا الان. وقتی که آینه عشق سیاه بشه زیر غبار، وقت طلوع فاجعه است، وقت طلوع فاجعه است، میرسه سال 2000. رشید مهربان یار نازنین من، اردلان سرفراز، اینو سالها پیش از سال 2000 سرود. میگن فلانی و فلانی ها فلان جا فلان کس آینده رو نوشته، چه گفته چه گفته. این شاعر سرزمین توست، این بچه داراب است، بچه ایران است، اردلان سرفراز. دلم آشام
مونه اینو همه میدونن شاه اگه مهربونه خشمش برای دشمن یه خشم بیامونه به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود میفرستم. درود دارم به همین شما مهربانیاران گرامی در سر تا سر جهان آریایی. جهان آریایی است، رنگش رنگ مهربانی است. آریا یعنی انسان آزاد، انسان مهربان، همونی که ما هستیم. چقدر مهربونیم. میان میزنن ما رو، میکشن ما رو، درب و داغونمون میکنن، قتل عام میکنن، کنیزی میبرن، غلامی میبرن. میگیم قربونش برم آقا، سید اولاد پیغمبر، خاک بر سر من، خاک بر سر من شده است و میشود و خواهد شد تا اینو نفهمم. برید سروده زیبای اردلان سرفراز رو، پیامبر از این واضح تر میخواد به شما بگه؟ آینده رو پیش بینی بکنه، مو به مو به شما بگه؟ اردلان سرفراز یکی از 4-5 تا ترانه سرای بزرگ سرزمین آریایی است. خیلی انسانه، خیلی با شرفه، شجاعت هم داره. اردلان آدم شجاعیه. من یادم میاد چند سال پیش موئین در آلمان در شهر کلن یک کنسرتی گذاشته بود و هم برنامه گذارش و هم خود موئین منو دعوت کردن که از پاریس برم به این کنسرت و شرکت کنم. منم دعوت رو پذیرفتم، حرکت کردم. وقتی که رسیدم 30 دقیقه تایم آغاز کنسرت گذاشته بود، ولی وارد که شدم دیدم اوه، پارک کرده اومده میرم تو، دیدم شلوغ، سر صدا، دمه در اصلا کیک. رفتم تو دیدم خیلی شلوغه، مردم شلوغ کرده بودن، یک عده بدون بلیت وارد سالن شده بودن، سالن به هم خورده بود، برنامه گذار تفلی ترسیده بود، رفته بود، نبود و هیچ کسی هم نبود، موزیسیان هم دیگه داشتن میرفتن. یه ها ماشین ها به ما این رسید و موهین هم میخواست بپیچه بری بیرون، گفتم وایسا 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 بیا پایین. آوردمش پایین، بعد ریختن بچه ها، آه ایشکی نیست، همه در رفتن، همه در رفتن، همه در رفتن. گفتن مردم پول دادن در رفتن، واسه موهین اومدن، موهین هم اینجاست، بیا پایین. ما اینجا موهین اومد پایین، ما رفتیم که بریم تو سالون، هیچکی نبود پشت صحنه اینا، فقط یه نفر یه نفر رو زمین نشسته بود، همه فرار کرده بودن، برنامه گذارا و بنوزه دوست منه تفلی، خوب حق داشت دست کتکش بزنن، درگیرش دارد بدون بلیت، یه دیگ ریخته بودن توی سالن و هم ریخته بود همه چیز. بعد دیدم روی استیج این کریستوفر بود، هنوزم هست، یک جوان آلمانی است که این کنسرت های ما رو در اروپا کریستوفر تیکر صدا میکرد، یعنی برای ساند میمد، همه بچه های خواننده های نام این رو دوست داشتن چون پسر حرفه‌ای بود، خیلی مرزون میگرفت. دیدم کریستوفر رو صحنه داره دستگاهش، گفته شاگرداش جمع کنه میخواد بره، رفته گفتم کریستوفر وایس چیکار میکنی؟ گفت میخوام برم. هیچ کیس گفتم ماین اومده، گفت ماین بیاد برنامه ساز نیست، هیچ کیس مردم دارن میذارن من تعقیب میکنن. گفتم تو که باید کارت بکنی. گفت نه، من کجا مطمئن بشم که آخر برنامه پول منو میدم؟ ها گفتم پول من بهت میدم. اردلان سرفرازم که تنها کسی بود اونجا وایساده بود، چون دو سه تا خواننده دیگه هم بودن، اونا فرار کرده بودن، اونا زودتر از موین رسیده بودن، اونا رفته بودن دیگه، موین رسیده بودن. من با موین و اردلان سرفراز
مثل شیر وایساده بود در دلم. قبل از منم اونجا بود. کاری نداریم کوشم. من به کریستوفر گفتم پولت چقدر میشه؟ گفت اینقدر. گفتم اینا بیه. من که قبول داری این کارت کردیت من دستت باشه، آخر شب میرم برات میکشم پولشو بهت میدم. هر چه پولت شده. زود قبول کرد و دوباره شروع کنسرت راه افتاد. اون موقع یادمه که دختر خاله منم، دختر دایی من نمیدونم یا دختر خاله، این مقدس صدا تو مشهد، اینا فامیله ما هستن، اینم با اومده بود با بچهش که کوچولو بود موقع برای این کنسرت و اونجا بود و خلاصه ما خوشحال شدیم که لااقل تو فامیل هر از میشد هم بود. کاری ندارم من اومدیم و کریستوفر صحنه چید قرار کرد. ما گفتیم آقا بشینید سر جاهاتون، حال مجانی میده اومدین بشینید مهرورزی کنید و سپاسگزار مهر مردم هستم. من از همه مهرورزی و شما سپاسگزارم. تو دل من این هم خلاصه برنامه خیلی خوب انجام شد و از اونجا من اردلان سرفراز دوست داشتم، عشقم به این مرد بیشتر شد چون شجاعتش رو دیدم. بعد به من گفت، گفت فلانی همه رفته بودن اینجا، خب ما گفتیم ما وایسیم، لااقل ما وایسیم، ترانه های ما رو که میخوام ما وایسیم چی میشه؟ وایساده بود مثل شیر. حالا ترانه هاش اردلان حدود 200 تا ترانه سروده، یعنی 200 تایی که خوندن همه خواننده ها و الان 200 دیگه تو کشو میزش داره، تو کشو میزش حدود 200 ترانه دیگه داره. مرد بزرگیست. من درود دارم بردارم سرفراز و این سال 2000 خیلی زیبا و قشنگش که روایت آینده میهن ما بود. من خیلی از اردلان سپاسگزارم. حالا اردلان بچه دارا به من گفتم دارا اینم به شما بگم بچه ها، دوستان، مهمان یاران عزیز، من هرگاه اسم شهری رو جایی رو میارم مهربانی شما. هفته پیش که یگانه خانم یگانه صدای زیبا رو پخش کردم و گفتم مال مسعود هست، مسعود جاهد، آقا از مشهد که ما زنگ زدن برای خانم یگانه که بماند احوالش پرسیدن و اینا، دوستان پیغام دادن اینا، و از شهر شاهی، از شهر شاهی اسمش گذارن قائم شهر، افرادی زنگ زدن و حتی شهردار نه ترسان کاری دادن فکرم شهردار شهر شاهی هم بود زنگ زد گفت آقا شهر ما قائم شهر. گفتم قائم شهر کجاست عزیزم؟ اون شهر شاه شاهیه. گفت ما خیلی هنرمند داریم اینا ولی مسعود جاهد. من اجازه بدید که همینجا هم از من مثلا اسم شهر ایلام رو که میارم، شوش رو که میارم، اهواز رو که میارم، یا مثلا گردن دختر خانم رو که زده شوهر غیرتیه زده، یکی از بچه ها از اونجا به من تماس گرفته از اهواز، آره از اهواز، میگه بابا اینجا رسم قبیلای عربه که غیرت براشون یعنی سرزن و بریدن، هیچ رفته ایلانی نداره، میگه غیرت یعنی سر زن ببر اگر چپ رفت، یک غیرت یک سنت عربیه. میگه ما توی اهواز اینقدر دیدیم تو تاریخ که چی، اصلا ربطی به شما نداری که شما آناهیتا داشتی، گرد آفرید داشتی، آرتمیس داشتی، پوراندخت داشتی، ایراندخت داشتی. هم موقعی که صد بار بهتون گفتم به ایران حمله میکنن، زن در ایران فرمان رواست. بعد خلاصه از اینا تماس زیاد میشه، از همه سپاسگزارم. اینجا یک سپاسگزاری دیگه که باید بکنم از شما عزیزان هست که خب ما به عشق شما اینجا هستیم. من میدونم که شما مهربانیتون تا چه حدی هست، این رو درک میکنم و آگاه هستم و میدانم. من دیدم خودم اینو دقت نمیکردم، دیدم که یکی از دوستان پریروز گفت، چند روز پیش گفت بده تلفن تو زدیم، زد گفت نگاه کن اینجا زیر 1 میلیون نفر تو 3 روز اخیر تو رو دیدم. فقط یه صفحه اینستاگرامی ما، این فقط یک صفحه اینستاگرام ماست، چون صفحات بسیاری در اینستاگرام، در فیسبوک، در تلگرام، واتساپ، در صفحه توییتر،
صفات زیادی رو مهربانی کردن بچه ها به نام ما هست. خب من نظارت دارم به همش، یعنی اگر خلافی دیده بشه جلوشون میگیرم، ولی آزادی تعامل عقیده مخالف رو داریم با این آزادی تعامل. حالا اینه که یک دونه از ده ها صفحه، شاید بیش از 100 صفحه که از تو رسانه ها، تو این رسانه های دیجیتالی شکفتن فرس، 1,000,000 نفر. حالا امکان در اونجا 10,000 نفر عضو هستن، ولی 1,000,000 نفر یک برنامه رو، یه سخنی روی حرفی رو، چیزای دیگه رفتن بازدید کردن. من از شما سپاسگزارم، از همه شما سپاسگزارم. و اینجا میخوام یک بار دیگه از برادر نازنینم مهندس امیر شجره سپاسگزاری کنم که با آفرینش تلویزیون جهانی پاس و این رو به تک تک خونه ها بردن، این خردگرایی رو، این روشنگری رو همه جا تلقین کرد. و خب بهتون بارها گفتم، میدونید که اولین تلویزیون 24 ساعته که برای ایران پخش شد من این کار رو کردم و قصه شو بارها بهتون گفتم. اون موقع مال آقای زیا آتابایی بود، دلای تیوی بود و خب به مدتی، و بعد حالا تلویزیون پاس که داره پخش میشه، آقای شجره پول میده آنتن رو، هزینه میده و همین دلیل کمک کردن بهش، کمک کردن پیش رویه. اون موقع ما با مهری از دان پاک، من خیلی کاری کردیم که نگفتیم پشت صحنه است نگفتیم، از جمله همین بود که خلاصه اینا رفتن روی دیجیتال. اون موقع دیگه شما شروع کردیم توی ایران دیده علا بگذن، رسانه ها باید بتونن کار خودشون بکنن، اما اگر رژیم از ما قوی تر باشه بیاد جلو ما قد ارم کنه، اونجا کار خراب میشه. مثل یاسین که بچه ها تبس بران زنگ زده بودن، تبس میگفت که آه ما اینجا توی کویر، توی کویر یه دهی داریم نزدیک تبس، ماهواره داریم تو رو میبینیم. گفت آقا تو کویر بهتر دیده میشه، فضا بازتره. یعنی الان تکنولوژی دیگه رفته تک تک خونه ها رو زده، جا نمیشناسی که کجا هست، همه جا. حالا از اون طرف باید به خاطر داشته باشیم مهربان یاران که این انقلاب سیاهی که استعمار ساخت یادتون نره، مردم انقلاب نکرده. این رو همه جا بگید، هر روز بگید، دانایی، ذکاوت، آگاهی رو هر روز پخش کنید. نه این بگید آقای پدرهای ما انقلاب کردن ما رو گول بگو، نه آقا جان پدرتون نکرد، بی بی سی کرد، اون گوادلوب کردن اونها، قدرت های جهانی تا الان هم دنبالشن. بعد تا الان اگه کسایی میرن دنبال غرب افتادن که ایران رو آزاد بکنه، خب مشکل خودشونه. یادتون هم نره خیلی از این نیروهای خارج از کشور اینا ملیت تو ملتی که دارن و میهنی که دارن، بعد حقوق بگیر اونا هم هستن، آدم های آزاد و مستقل خیلی کمن، خیلی کمن. اینا همشون یه جوری سرنشون یه جای بنده خلاصه. حالا انقلاب رو خیلی جالبه، یکی من میگم فلانی انقلاب میخوای ببینی چی بود، گفتم بگو، گفت این فیلم رو ببین 30 ثانیه است، همین گربه، گربه خانم فرار میکنه، طفلی میره بالای درخت، گربه میره روی درخت، وقتی میره روی درخت نمیاد پایین، زنگ میزنه آتش نشانی جمهوری اسلامی، بدیر بیار پایین، آتش نشانی میاد با بدیر میزنه میفته زمین، بیچاره میده چون بیر خورده میترسه فرار میکنه از دست این انقلاب، انقلاب میده، بعد میره زیر ماشین میمیره. نگاش کن این شرح حال ملت ایرانه، مثل همین گربه بالای درخت انقلاب میکنه، میفته پایین، فرار میکنه، میره زیر ماشین، میمیره، جنازه ای تو رو جنازه ملت و میهن و سرزمین رو میذاره یارو تو بیل، میاره این ور خیابون، میره دفنت میکنه. استعمار اینه، استعمار اینگونه شما رو بیچاره و بدبخت کرد با سادات تازینی و گربه رو کشتن. این رو بیا این توی ملت ایران، اینم انقلاب شماست عزیزان من. نکته دیگه که خیلی جالبه، من از این خواننده عشق، خواننده ترانه، خواننده می، ساقی، شاگرد استاد اکبر گلپایگانی که خودش استاد شد، استاد احمد آزاد عزیزم که از جهان رفت و خب در اصفهان شما چه مهربانی کردین، سنگ قبرشو عوض کردن، سنگ قبرشو، یعنی سنگ زیبایی برای مزار نازنین گذاشتن. این هم
دیگه از شما بکنم. من از همه شما سپاسگزارم که این خواهش ها رو مد نظر میگیرید و دنبال میکنید و پیگیری میکنید و بهش عمل میکنید. من همینجوری مطمئنم که ایران آزاد میشه. یعنی از این شما نترسین، تاریخ با من و تو شروع نشده که با من تو تموم بشه یا یه چیز دیگه آغاز بشه، تاریخ ادامه داره. شما ببینید در طی 1400 سال که تازیان به ما حمله کردن، از هم روز اول، از روز اول که محمد میاد سوره روم میگه که ایران پیروز شد بر نو، روم شکست میخوره، نابود میشه، ایرانی ها وزارت اطلاعاتشون موقع میفهمه، شاه ایران نیروهای نظامی تشکیلاتی میفهمن که این داره خودش آماده میکنه برای حمله به ایران، یعنی باید نابودش کنیم. برای همینه که حضرت محمد، ما داریم محمد رضا شاه اعلی حضرت، اینا بهش ایشون میگن حضرت محمد، حضرت محمد کشته میشه توسط ایرانی ها. این بایدتون صد بار گفتم، دوباره میگم که بدونید شجاعت، غیرت، غیرت اینجاست، نه که سر مردم ببرید دختراتونو با ایوان بن قتلات مولا تازی هست. غیرت اینجاست. نیروهای ایران خیلی قوی بوده، میدونید که یمن تحت تصرف ایران بوده، خود مکه تحت تصرف ایران بود مدت ها، اصلا کعبه‌ای که الان هست، بارها گفتم، من 40 سال پیش من گفتم در کتاب آیین اوستا نوشتم که کعبه، بیت الزحل به عربی گفتن، به فارسی میشه خانه کیوان، آتشگاه ایرانی بوده، آتشگاه ایرانی، بیت الزحل خانه کیوانی، آتشگاه ایرانی بوده، آتشگاه ایرانی، بعد نمیگم بتخونه و بعد میشه کعبه اینا محمد. حالا چیزی نداشتن، همه جا ایران نفوذ داشت، مثل الان که ایران زمان شاه، الان هم همینجور، الان هم ایران همه جا نفوذ داره، نفوذ داشته، نیرو میفرستن و اونجا کسی رو از افراد خودشون، از کسایی که با ایران کار میکرده، خانمیه یا تو تاریخ نوشتن یهودی، چون میخوان علیه یهودی ها بکنن، این حالا یهودی ها منکان داره باشه، برای ایران کار میکرده، این یک گوسفندی رو کباب میکنه، میگه من آقای محمد دشمن قربان، یک میدونم کجای گوسفندم دوست داری، بیاینجا دعوتش میکنه، میره میخوره، مسموم بوده میفته میمیره، و خودش میگه که خود پیامبر اسلام میگه که این خانم من رو کشت، بار من مسموم کرد. بعد از این خلفای اسلامی که میان، یکی یکیشون توسط ایرانی‌ها کشته میشن. بعد بعدن که مصرم تو قضیه است، از مصری کمک میگیرن در کشتن عثمان، اگه هم ایرانی بود. حالا از اون که بگذره، این دارم بهتون میگم امیدوار بشید، ناامید نشید، فکر نکنید در اینجور شده دیگه تموم شده رفت. من دیگه شعرهای نسیم شمال میخوندم که ما زمان مشروطیته، میدونم بابا نسیم شمال داره همین وضع الان میگه، چین و روسیه اگه ما رو وطن بردن و انگلیس و اینا، اونم همونجور همین داشت، ما میگفت او شهرمون رفت، شهرمون رفت، همیشه شو بوده، ولی همیشه سلحشورانی بودن که پاشدن ایران آزاد کردن. خب بعد از این که خلفا رو میکشن، ایرانی کار بزرگ میکنن، تا حالا نفهمیدین، با اینکه گفتم نمیگیرین. آقا حسن که میره صلح میکنه، دختر، زن، تو قراردادشه با معاویه، زن، پول، امنیت و اینکه مثلا بچهش بدن نشه یزید، اینا رو میگیره و ساکت میشه. صلح امام حسن که حسین فوشش میده، دعواش میشه، خودش یه سنی نمیگن ها، میگن حسین دعواش شد، فوش داد، گفت آقا چرا وزیرتی نخو، اما چی پس خلاص. بعد بعد این مدت تیم جدید امام حسینی که صد رقمش شنیده، این رقمش جدیده، گوش کنید، بارها گفتم ولی جدیده، سه بار تا حالا توی 40 سال گفتم، ولی الان دیگه چون زمین بیشتر مصادره میخوام بگم، ایرانی ها حسین رو گول میزنن، میکشن اونجا، میکشنش، از مدینه میارنش نینوا که میشه شبهش کربلا، سرزمین ایرانی، عراق یعنی عراق، ایرانک یعنی ایران کوچک، بخش خراسان بوده، چیسفون ما اونجا بوده، بغداد شهر ایرانیست، نینوا نام ایرانیست، انبار نام ایرانیست، سرزمین ما بوده. ایرانی ها براش دو سه تا نامه می نویسن، رئیس قبیله میگه خور یک عالمه نامه آمد، الان یک عالمه نامه برای کسی نمیره، کیسه کیسه نامه آمد، چرت پرته، دو سه تا رئیس قبیله های آریایی ایرانی که مثل که الان تو خوزستان قبیله ها هستن ولی آریایی ایرانی هستن، لباس عربی هم میپوشن چون راحت ترن، اونا میزنن سرشون چون گرد و غباره، من خودم رفته بودم مصر، اینو گذاشته بودم رو سر، وقتی رفتم بهرام مصر و ابو سنبول اینا رو ببینم، چون مجبور بود بذاری بدم قشنگ لباس بازه، اون لباس و اینا ما زدش نیستیم، مدین متوجه باشید، یارو میگه آقا خط عربی زبان عربی خره، یکی زبان عربی یکی از بزرگترین زیباترین زبان های دنیاست،
مردم همه نازنین هم مردم جهان. او تفکر احمق که آدم بهت میگن روز پدر امروز تولد حضرت علی است، تازه ماهش شب همیشه میرقصه، یعنی ثابت نیست، فیکس نیست، چون میرقصه اونا رو باید درست کنی، فکرت رو درست کنی، اسمت غلام علی، محمد علی، حسین علی، فلان، عبد فلان، نه باید درست کنی، ذهنیت باید درست کنی، سید دنبال شما میفتی، دست شماش میکنی، فلان میکنی، از ما تحتش میکنی، اونا رو درست کنی. آقا صاحب عربی هم حرف میزنی، چه اجازه تو که مخالف عربی، چرا عربی حرف میزنی؟ یارو مدینه میگه اینقدر ابلن، ابلن اینقدر. حالا حسین رو دعوتش میکنن، میاد اونجا، کلک بوده، کلک که اطلاعاتی ایرانی بوده، یعنی حسین که ما بکوشن خود عربا دیگه درگیریشون داریخی میشه، سرویز میشن. حسین میاد اونجا، میبینه هیچ کی هوادارش نیست، خودشه و حوزش، بنده خدا، آخه خودشه و همون خانوادهش، هیچ که دیگه نیست. حالا میان 72، یک رقم سمبولی گردن 72، 72، 9 و بنده خدا کشته میشه به توسط فامیلش، دایی عباس، شم دایی عباس، پسرموش یزید. بعد یزید میاد گوشینا رو میگیره، میگه پدر سوختا، من که نگفتم بکشینش، گفتم بیعت ازش بگیریم بیارین، چرا از این سرش آوردین؟ بعد از همونجا باز ایرانی میخوان منبر را بندازن، خونخواهی امام حسین و خونخواهی امام حسین، باز تازیانه میکشن، باز تازیانه میکشن، هم قیام با قیام با قیام. بعد اینقدر قیام دارید، جنگ ها دارید، قرامته دارید، چوبیه دارید، چوبیه یعنی ناسیونالیست ها ایران میگن، و اون مثلا ابو مسلم یه روی ایرانیت بنده خدا میره آزاد بکنه و بنی امیه رو میندازه. بعد میاد بید یارو بنی هاشم میگه که یارو میگه که آقا ایرانی ها نه آقا ما قدرت نمیخوایم، من مجموع شده بده به اول عباس. خب یک سردار سیاست نداره، یک سردار کار جنگی. حالا تو تاریخ از زیاد بوده، شما ببینیم، واه یعقوب لیث شما میشستین، ما اینقدر بابک ها داشتیم، کاوه آهنگر که میگن، حالا بعدش هم داشتیم، بعد اسلام داشتیم. توی این سالها 14 قرن من یه بار مطالعه که میکردم لیست درآورده بودم، بعد علی میرفتروس اصلا کتابی داره در مورد دو جلد نوشته، جنبش های ایرانی بعد از اسلام، جنبش های آزادی بخش، رو بخونید، میدم حدود 300-400 تا جنبش های بزرگ بوده، خیلی وقت اینا موفق بودن، خیلی وقت اینا موفق، حسن صباح قدرتی داره. خب ناامید نباید بود، باید بدونید ایران آزاد میشه، یه مردی پیدا میشه، بلند میشه، من این رو مطمئنم، توی میگم قاطع میگم توی وزارت اطلاعات ما آدمای میهن‌پرست زیاد داریم، توی ارتش و سپاه و بسیج و همه الان خصوصا با تکنولوژی دیجیتال خیلی فهمیده شدن، عاقل شدن، دانا شدن، اینها مطمئن بعدم الان با قدرت میخوای دستت بگیری زدن این و اون این نیست، باید تک رادیو تلویزیون رو بگیرین، وقتی رادیو تلویزیون میخوای بگیری باید تمام جای درستش هم بگیری که یک بار ندیدن آنتن رو بکنن، فلان بکنن، ماهواره فلان، این همه حساب شده بود باشه. بعد رادیو تلویزیون که گرفته بشه، تریبون که دست تو بیفته، بعد این مجلس مجلسی این رو همه خود مردم رو ترتیب شد میدن، راحت آسونه بچه به جان شما. من اینی که به شما میگم آسونه، نه اینکه بگیرین من سیاه شهرستو چکر شما، کوچیک شما، مخلص شما، کار بزرگی برای شما تو این 50 سال، 40 سال، 30 سال، حالا قبلش هم که 50 سال کردم، کارهای بزرگی کردم، خیلیاتون میدونین چیزی، خیلیاتون خیلی چیزا چه نمیدونین، برای همه چیز میسر. حالا یکی دیگه از مسائلی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که از این بعد شما به هیچ عنوان نه این اسمی که تازیه گذاشتن روی شهر و میدان و خیابان این استفاده کنید، میدان آزادی رو بگین شهیاد، قائم شهر رو بگین شاهی، بندر انزلی رو بگین بندر پهلوی، مثل که کرمانشاه رو عوض کردن، مردم کرمانشاه کرمانشاه، همه ی اسما رو شما، یعنی خودش یک جور مبارزه است، یک جور مبارزه است، از فردا همه جا اسمهای زمان شاه رو به کار ببرید، برای میدان، خیابان، شهر، استان، هر کی بود. حالا اینه که داشته باشین، بعد نبود فراموش کنین شما جنایات تازیان رو، قتل و کشتار رو، کارهایی که نکرده، نه بطره ما آدمی نیستیم که نه فراموش کنیم نه میبخشیم، این چرته که میگه آقا ما میبخشیم همه رو، نه ما نمیبخشیم، ما فراموش نمی کنیم، اگه اینو بگی بعد بخ همیشه تو ما تحت چون آتش میذارن، بعد میگین فردا با اون میبخش ما رو. ببینید از یک نفر باید درس یاد بگیریم، این شخصیت اسمش هست آقای سرژ کلارسفلد، این قبلا بهتون گفتم دوباره میگم، اینم خانمش با خانمش این اینا، این بچه که هست نازی‌ها به خونه‌اش حمله میکنن و در جنوب فرانسه بوده،
و پدر مادرش اینو تو کمد قایم میکنن. بعد کمد اتاق خالی میکنن که چی نباشه، بقیه طلا و جواهری داشتن، تابلو چیز داشتن، قالی داشتن، تو اتاقای دیگه میذارن و اینا هم واضح را میستن. نازی ها میان اینا رو میگیرن میرن، بچه هاش توی کمد میمونه. سر کس همینا بوده. وقتی میاد بیرون پدر مادرش کشته میشن، مثل خیلی، مثل 6 میلیون یهودی و 70 میلیون آدم های دیگه. در جنگ جهانی دوم 70 میلیون نفر کشته شدن. 70 میلیون، 6 میلیونشون یهودی ها بودن که اینا رو سوزوند. آقا حال میدونید، آقا سرچ کلاسفیلد میاد میره درس میخونه، وکیل میشه. بعد زنش آلمانیه، یهودی هم نیست، به همراه زنش میاد میشه شکارچی نازی ها. و این نازی ها رو شکار میکنه تا همین الان که من دارم باش صحبت کنم، تا همین الان جای نازی بدونه هست میره میگیره، بازداشتش میکنن، محاکمش میکنن، مجازات میکنه. تو باید یه حد بگیری مردک، وقت میشه عبدالرضا، میشه غلام رضا، میشه فاطمه، روزت میشه محمد، روزت میشه علی، روزت میشه روز بابات، میشه اون روز خواهرت میشه فاطمه زهرا. بعد وقت درود بر شما مهربان گران، تا آخر ببینید. کلارسفیلد، نسانس دون ووکاسیون. کلارسفیلد بیاموزیم، آبخونم، آبخه ده زنه، آبخه پلو دو سوسان دیز آن لا جوستیس جوج انکار ده نازی دون لموند انتیه گراس ا کلارسفیلد. و تو ای هم میهن، این آقای کلارسفیلد با خانمش کلارسفیلد و فرزندش، اینها بیش از 70 ساله که نازی ها رو در سر تا سر دنیا ردیابی میکنن، بازماندگان و جنرال های هیتلر رو یکی یکی اینها رو بازداشت میکنن و محاکمه میکنن. و تو ای ایرانی سوگوار قاتلان خودت هستی؟ تو جشن مرد، زن، پدر، خواهرت شده جشن زایش تازیانی که میهن تو رو نابود کردن، بهش حمله کردن. این روزها که دیگه خودشون دارن میگن آخوندها، آیت اللهی مثل جزایری، مثل آقای گرگیج، از شیعه و سنی، از همه طرقم، خود آخوندها دارن میگن که امام علی خودش و فرزندانش در حمله به ایران دست داشتن. و تو 7700 سال تمدن داری، اون تمدن از یاد بردی و الان شدی برده کنیز و دست بسته جلو این تازی ها. تو اینو نفهمی؟ خب ما خیلی بدبختیم، ما بیچاریم. ما حتی اومدن گفتن آقا تو میخوای خدا رو نیایش کنی، شماره اینه، باید 33 بار بگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، باید 33 بار بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، باید 33 بار بگی الحمدلله 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 سبحان الله. عدد داره. بعد از خورا هستن توی یه عزیز کنترا گرفتن، تق 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 تق، آخ دو میلیون سلامات بفرسته کنترا میزنه. بابا خولا، اینا خولن، اینا چه تیمارستان، اینا جاشونه، میخواد دکتر بشن، خود مهندس. بعد اینا اسمش سعادت تازی، اینا همشون سعادت، یارو استاد دانشگاه هست، فیلمساز هست، مهندس هست، رئیس کارخونه هست. این صلوات میفرسته کنترل مندازه میشماره، این بازی ها رو در میاره. این همون جریان عکس خمینی تو ماه رو که بهتون گفتم، اینا سیدن و برای قداست خودشون رو حفظ کردن تاریخ، اینا میدونن دروغ چرته. برای که تو خر بشی کار میکنه، جلوت میگه دکتره داره کار میکنه، یارو استاد دانشگاه داره کار میکنه، بدبخت. او داره به قبیلش کار میکنه، برای حزبش کار میکنه. شما که نباید همه چیزشون شماره ای باشه که آقا شماره بندازیم، مگه خدا شماره ایه؟ سپاسگزاری ازش، مگه شماره داره؟ بی حد و حساب به تو محبت کرده، تا بی حد و حساب باید اطاعت خدا رو بکنی عزیزان من. برای همین بود که افرادی مثل فرود فرادوند عزیز، مثل صادق هدایت، اینا عصبانی میشدن، فحش میدادن، یا فحش میدادن. ولی خدا آقا تا فحش بده، چون آقا وقتی میبینه یارو تو کلش نمیره یه چیزی ده، بازم میاد همه اینا رو میبینه، هی من مطلب ما رو میخونه، یارو مینویسه آقا درود بر شما روشنگری کردید، ما فلان روشن شدیم. و بعد میدن باز
تو دیروز برای من بفرستن. نه یکی، فکر نکن یکی، تو یکی خواستی رفیق ما، فکر نکنم تو یکی، اینا رو هزار هزار میفرستن براتون، شما میفرستین بدبختا. یا ببینم 50-60 اومده چیزا، روز پدر فلان جمادی الاول بر شما مبارک باد، علی آنجا افتان مردمان کو مادر گیتی چو فرسان آورد. سیاوش چی شد؟ سهرابت چی شد؟ فرماندهانت هرمزان، پور لگام ها، قهرمانان سراشون قد شد در قادسیه اول و قادسیه اونا چی شد بدبخت؟ الان سادات تازی اکثریت دارن تو قدرت در ایران، این سادشون زیاده، مهار مرده رو کشتن، زنها رو تجاوز کردن، تعداد خودشون هم زیاده و قدرت هم همیشه تو دست اینا بوده، قدرت دارن اینا. مثل یه روز سید دیگه بود که سید غلامرضا یا عبدالرضا یکیه که تلویزیون ایران از سال 42 تا 57 که انقلاب شد 15 سال دست این سیده بود، 15 سال. کسی که چپ بود از خانواده مذهبی که سر قطب بوده، اینا خانواده قطبی، قطب، قطب الدین فلان لایجی، از رهبران سادات تازی، حالا کمونیست و چپ هم که بوده، رادیو تلویزیون هم بسش بوده، بارها هم شاه ازش عصبانی شده، بارها هم شاه دعواش کرده، ولی چون پارتیش گروه بوده میمونه اونجا، یک دونه از مصاحبه های ضد استعماری شاه رو پخش نمی کنه. عزیز پیش از مرگش که اومد گفت دیگه، پخشم کردیم برات، اومد گفت که اینا حتی به شاه کاغذ نیستن به زور میدن بخونه، شاه کاغذ پرت میکنه اون طرف و میره از اتاق بیرون. خب سیستم قویه دیگه، سیستم قویه، رخت خوابیه، مجبور کن شاه رو میدونه میخونه، بعد تا آخر عمرش میگه چقدر کار بدی کردم. یارو کاغذ میده میخونه، یعنی 15 سال بعد همین یارو اسمش چه؟ غلام رضایه. حالا اگر محمد رضا شاه محمد رضا بود داشت قلوب که اسم خودش عوض کرد گذاشت آریامهر، با افتخارم گذاشت آریامهر. خیلی از بی بی فاطمه سکینه های هم که اسمشون گذاشتن اسمای قشنگ و خوب یونانی آریایی، یارو تا همه آخر حالا عبد رضا باشه یا غلام رضا، هر دوتاش یکیه، عبد رضا یا غلام رضا. از نظر فکری هم توی پاریس درس میخونده، همه رفقاشون چپه. حالا نمیخوام بگم رفقاش، من خودم شاهد بودم. ایشون اومد مشهد، چند ماه مونده بود به انقلاب، سال 56 بود، 55 56. شب آقای جلیل تهرانیان صاحب روزنامه خراسان، هر جا هست جلیل تهرانیان و خانوادهش من درود دارم و عرض ادب و احترام. جلیل تهرانیان من خردسال بودم یک مقاله نوشتم بردم اونجا، گفت ای از این بعد هر چه آورد اجازه چاپ داره، هر چی می‌نویسه چاپ کنید. تا انقلاب سیاه پیروز شد همه مقالات من خراسان چاپ می‌کرد، میشدم با ما که یکی از آخرینش بود، آخرین تیر باقی در کمان. وقتی که حکومت نظامی اعلام شد گفتم یک حکومت نظامی درست نیست، باید جلو این نگرفته بشه، نوشتم چاپم کرد. من تحتیتش بود آخرین تیر باقی در کمان. بعد وقتی رفتم خونه استاد محمد تقی شریعتی، همه نشسته بودن سر اون شهر، یه بچه وارد شد، من نشستم اونجا، بعد همه گفتن استاد تو نظرتون چی الان جریان چی با یه حکومت نظامی کنید؟ اینا به من نگاهی کرد، دوباره پرسیدن، باز به من نگاهی کرد، گفت خب بگو دیگه، گفت ایشون. گفتم با ما رو مسخره داری میکنه، ما استاد محمد تقی رو مدار ما رو مسخره میکنه. گفت نه ایشون. گفتم خود بعضی وقتا تو خودت کار میکنی نمیدونی ارزششه، نمیدونی تا چه حد امکان داره یارو دیده، ازش کجا میدونستم که ایشون مقاله‌ای که من صبح تو روزنامه خراسان چاپ شده ازم ایشون خونده، یعنی خراسان آبونس براش میاد و خونده و خبر داشت. گفت که ایشون یک مقاله‌ای دارد امروز نوشته است که تیترش همین جواب شماست، آخرین تیر باقی در کمان. و بعد و من از اونجا به بزرگی این مرد پی بردم.
80 سال عمرش 70 خورده سال بود، استاد، خیلی شاگرد بودن. امیر پرویز پویان شما بگیر، طاهر احمدزاده بگیر، حتی بازرگان و اینا که چیز بودن، و حتی همه اینا، حتی متعلی کتاب داره خدمات متقابل اسلام و ایران درسای محمدتقی شریعتی بودی برداشت اسم خودش چاپ کرد. مال اون نبود. اون مرد بزرگ این گفت من خیلی لذت بود. حالا میخوام اینو بهتون بگم. در چنان برهه‌ای آقای جلیل تهرانیان به من امکان داد، من اونجا اینجور می‌نوشتم اینا، خلاصه یه شبیشن آقای جلیل تهرانیان به من گفت من شب مهمون دارم با حاج آقای قفلی. حاج آقای قفلی هم یادش بخیر هر جاست گیتی نورد اینا مثل که مالش بود، آره گیتی نورد، درود دارم با آقای قفلی. اون وینروادی که ما داشتیم سامر کش آقای قفلی بود، داده بود به ما، اونجا نایت کلاب با پرستیج با کرده بودیم، روزا ما رفتیم درس می‌خوندیم مدرسه جلیل نصیر زاده، شب اونجا بودیم. حالا با آقای بزرگدلی که نداشت، شب جلیل تهرانیان مهمون داشت، اومد و دیدیم این همه غلام رضا، محمد رضا، عبدالرضا، امیر قطب الدین فلانه، امیرو قدش هم کوتاه بود، ولی دیدیم این مهمونش رئیس رادیو تلویزیون، رئیس رادیو تلویزیون. خیلی جالب بود و ما یکم سر میز اینا نشستیم و چون به هر حال مدیر وینروال بودیم دیگه اینا، بعد حرف اینا رو گوش میکردیم، بعد به خاطر دارم که همه رفتن، 45 نفر اونجا مجامع میشد، همه رفتن، اینا هنوز مونده بودن. بعد آقای همین غلامرضا عبدالرضا این وقتی که تحت دم در بود دیگه، جلو میز من بود وایساده بود با دو سه تا از اینایی که جزای مهمونای جلیل تهرانیان بودن، 12 نفر بود دعوت کرده بود، دیدم این داره یک جوری از شاه حرف میزنه، از حکومت شاهنشاهی و محمد رضا شاه اینا. گفتم خدایی را نگیرش ساواک ما با که چرا داره اینجور حرف میزنه. بعد گفتم خب حالا میگن رئیس رادیو تلویزیونه، ولی چجوریه که داره حرف میزنه؟ بعدا نسبت فامیلیش فهمیدم فلان اینا. یعنی من خودم هم شاهد بودم که با شاه مخالف بود و خدا میگفت کسی پیدا نمیشه بیاد علیه این، یکی از حرفاش بود که موقع میگفت کسی شجاعتی نداری که به ما و اینا تیرون دادیم که ما که خسرو گل سرکه اینجا داره حرف زد قبل از بازداشتش و بعد بازداشتش، احمد شاملو رو که بهش تیرون دادیم که چون به همه که تیرون دادیم که همه یعنی چپ مپا ها کمونیست ها اون تیرون دادیم که کسی جرات نمیکنه بیاد مترسن بیاد حرف بزن علیه شا. خب اینجوری ما رو بدبخت کردن، اینجوری ما رو بیچاره کردن و تا اون ساکت نشستی فکر میکنی که یارو خیلی دموکرات بود؟ نه، یارو سید بود، یارو تو حزب سیدا بود، ممرزاشا رو بندازه، چون سید نبود، باباش لباس آخوندی رو ورداشته بود، رسا شاه چادر از سر مردم ورداشته بود، دکون خمسوز و کات گرفتن سادات رو بسته بود، روحانیت رو سر جاش نشونده بود، اینا کینه تاریخی داشتن. خب اینا مگه بابا بخواده بود که بعد اندیشه های انگلیس رو شما برید بخونید ببینید ده سال اخیر محمد رضا شاه چقدر علیه استعمار صحبت کرده، چقدر علیه استعمار انگلیس شما بگیر، آمریکا بگیر، هر جا، حتی اسرائیل، شما در مورد اسرائیل دیدین که در مورد اسرائیل موزیگیری میکنه محمد رضا شاه. و انور سادات که انقدر شاه رو دوست داشت، چون تو جنگ نفت میده به چیز به مصر، ولی با اسرائیل رابطه خوب داره، مشکلی نداره، آزاده، آزاده، در بند و زنجیر کسی نیست. اینه که سقوط میکنه محمد شاه، تو تا نفهمیدی، تا نخواهیم فهمید و همینطور ادامه خواهد داشت تا اینکه، ولی تو یکی سردار باید باشه، یه کسی باید بلند شه، هم یادتون هم برگم آقا کس میخواد تو آجه همیشه دیگه که بلند شه پشت سرش آدم بدن ترتیب اینا رو بدن و میشه این کار. من امیدوارم به آزادی ایران، خیلی ناراحتم من هم صادق در یاد مثل تیمسار فریدون جمع تیمسار فریدون جمع یک نامه نشد فوشای خیلی رکیک و بعد به این مردم اینا داده بود برای تیمسار قرباقی، بعد تیمسار به من نشون داد نامه رو خوندم، بعد این نامه حفظ شد به دست من نموند، برحال همه جمعی بود، گفت این مردم بابا، حالا میخوام شما بگم این مردم میگه مردم، این مردم آزاده ایرانی آرگیر، من نمیگم، ما نگفتیم در تو تاریخ مردم این سادات تازی هستند که حق و حقیقت و جنایات نیاکان خودشونو و الان
پدران خودشونو میدونن ماشمالی میکنن نماز روزه زیارت فاطمه زهرا که اصلا قبول نداره بلند میکنه هیئت را میندازه. چرا؟ چون دکونشونه. درست مثل یک حزب سیاسی. یک حزب سیاسی باید از رهبر از پیشوا صحبت کنه، تعریف کنه، پیشوا را هر چه اشتباه میکنه باید درست باشه توجیهش کنه. من وقتی که درس اقتصاد میخوندم و بیزنس، خیلی جالبه، یکی از استادایی رو به من گفت باید به شاگرداتون، شما مدیر میشید، باید بهشون یاد بدید که هر کاری که تو میکنی اگر اشکالی داشت، مشتری اومد شکایت کرد، اول از جور مشتری وقتی کار بهشون میگو به 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 نگاه چه ماشین قشنگیه، نگاه چه قشنگ لباسی برات دوختم، نگاه کن چه میوه خوشمزه‌ای، خوش رنگ، تعریف جنست بکن حتی اگه آشغاله، بعد حتی اگه آشغال رو تعریف کنی. بعد دوم اگر یکی اومد یه انتقادی کرد، تو باید همون انتقاد رو زود محو کن. نه آقا، اینجوری نیست، این ما به خاطر این اینجوری دوختیم، چون الان ماده، این ماده ترکیه است، ماده ایتالیا است، این ماده، بعد الکی می چیزی فلان هبا حرف رو انقدر آدم خر میشن با این حرفا، شدن میشن و خواهن شد در طول تاریخ. ذهنیت و ذکاوت بزرگ و ایرانی رو بایستی داشت و وقتی داشت چه باید کرد؟ بایستی امیدوار بود. ایران آزاد میشه، اما اون موقعی آزاد میشی که تو آگاه بشی. تو کی آگاه میشی؟ اون موقعی که از قید و بند بردگی، کنیزی، ذهنیت فکری که سادات تازی دستشون گرفتن و تو رو میچرخونن، تو هم نمیفهمی، خلاصی پیدا کنی. حالا بعد کشته شدن سهراب اگر نوشدار بیرون که فایده نداره که، اینا برنامه ریزی کردن، با برنامه ریزی روس و انگلیس هم از قدیم اینا برنامه ریزی شده بود کارشون، روس و انگلیس کردن مملکت اینجا کشوندن. الان هم روز روز بدتر میشه، ولی همیشه همینجور بوده. یهو ققنوسی بلند شده و یهو ایران آزاد شده. این کار شدنیست، به دست شما هم میشه. تو ای مردم آزاده سرزمین آریایی میتونی ایران را آزاد کنی. همین کاری که الان داره گفته شده و اینا، سعادت تازی رو افشا کن، روزایی که میگن روز پدر مادر عمه مالی تازی هست افشا کن، بیا بگو آقا دیگه الان که شیعه سنی مورخ همه خودشون رو بدن گفتن که حضرت امام علی اعلیحضرت محمد رضا شاه، حضرت امام علی و فرزندانش حسن و حسین سرباز بودن، حسن و حسین آمد آخونده گفت رهبره، سرباز بودن، سرباز عمر بودن در حمله به ایران، تا گیلان هم رفتن. خب دیگه باید بگی که تاریخ که نداره که رو منبرم خودشون میگفتن موقع. الان از ترس ایرانی ها نمیگن، الان ترس ایرانی ها نفیش میکنن. با خدا قسم من بچه بودم و خوشیخه رو منبرم میگفت، میگفت امام حسن میتاق در گیلان و همینطور سر میبارید و همینطور. مگر الان امام زاده هاتون همه قاتله بابا ننه هاتون نیستن اونجا؟ یکی از امام حسن، امام حسن، امام علی، و دیگه این خود آقا آیت الله جزائری داره میگه، گرگیج میگه، یزدانی میگه، اما آخوندن، عالم دینن. خب اینا مملکت شما رو در به داغون کردن، فرقش با همین الان که عراق میخواست حمله بکنه، حالا چه روس و چه آمریکا و چه انگلیس، چه فرقی داره؟ چه فرقی داره که روس اومده تو به توپ بسته مسجد گوهرشادتون اون سال پیش، وقتی هنوز یادت رفته باز برم؟ یه باید بگیم ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. سرج کلارسفلد، من گفتم ایشون یک وکاسیون جدیدی رو در جهان آورد. وکاسیون جدید اینه ما نمیبخشیم. 70 میلیون در جنگ جهانی دوم کشته شدن، لیتر کشت، فقط یهودی ها بودن که چون 7 میلیون کشته شد ارزه داشتن، غیرت داشتن، غیرت داشتن که انتقام گرفتن. بقیه کو؟ بقیه کولی بودن و هم جنس بازا بودن و کشته اصلا رفتن ترسیدن. اینها بودن که مون توی میدون، سرچ کلارسفلد بود که اومد انتقام رو گرفت، دونه به دونه دنبالشون رو پیدا کرد. شما یاد بگیرید از اینا، نه ببخشید نه فراموش کنید. سپاسگزار مهربانی شما هستم از اینکه این برنامه تیکه تیکه میکنه برای میفرستین. خیلی باید تشکرم بکنم، عجب دنیای شده. خواب نداریم، خوراک نداریم، زندگیمونو گذاشتیم 50 سال برای شما، پدرمون کشته شد،
مادرمون از دوری ما چشاش نابینا شد رفت، دوستانمون اعدام شدن، کشته شدن، به زن و زندگیمون نرسیدیم. بعد از شما تشکرم میکنیم، با برنامه ما رو میبینیم. ببین اینه طینت آریایی، اینه طینت آریایی. فرانسوی برنامه ما رو گوشمونه زنگ میزنه دقیقه 50 سنت میده. 100 بار به شما گفتم یارو خیلیشون بی پولن ولی میده میخواد با دیوید عباسی صحبت کنه. بعد حرفایی که ما زدیم و میزنیم شما برید تو تاریخ مطالعه کنید. رنگ ایران رو عوض کرده، رنگ جهان رو عوض کرده. بعد خود نشک بدید این چرت و پرتی که وزارت اطلاعات براتون میفرسته صبح به صبح نفرستید. آقا 1000 بار به شما گفتم، هر روز دارم بهتون میگم سر کاری. جناب آقای مهندس امیر شجره، دوست نازنینم، برادرم، خیلی ازت سپاسگزارم به خاطر این مهری که به مردم ایران بستی، با این مدیریت رعنایی که داری و تو این سالها پیام‌آور خرد بودی برای مردمت. با بوسه و مهر روز و شب خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و کپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا